دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار بازدید کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان از وضعیت مسلمانان در ایالت سینکیانگ چین شد گفته می شود چین مسلمانان را در این ایالت به شدت سرکوب می کند همکار علی اکبری گزارش می دهد خبرهای رسیده نشان می دهد مسلمانان در سینکیانگ چین تحت انواع فشارها سرکوب می شوند. این اطلاعات میگویند مسلمانان نه تنها سرکوب می شوند بلکه در اردوگاه های به بحانه های مختلف از آنها بیگاری کشیده می شوند. حالا برای چندمین بار دبیر کل سازمان ملل از رهبران چین خواسته که اجازه بازدید از وضعیت اویقورها در سینکیانگ را صادر کنند. بنابر اعلام سازمان ملل آنتونیا گوترش دبیر کل این سازمان به رهبران چین گفته انتظار دارد مقامات این کشور به میشل باشل کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید ناشناس از این کشور از جمله ایالت مسلمان نشین سینکیانگ را بدهند سازمان ملل اعلام کرد گوترش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و وانگیی وزیر خارجه این کشور در حاشیه بازیهای المپیک زمستانی پکن دیدار کرده است باشله مدت هاست که به دنبال سفر به سینکیانگ برای بررسی اتهامات بدرفتاری علیه اقلیت اویغور است این موضوع روابط بین پکن و غرب را تیره کرده به طوری که واشنگتن پکن را به نسل کشی متهم کرده و برخی کشورها به رهبری آمریکا بازی های المپیک زمستانی چین را تحریم کردند. فعالان حقوق بشری میگویند بعد رفتاری چین علیه اویغورها شامل شکنجه کار اجباری و بازداشت یک میلیون نفر در اردوگاه های کار اجباری است. چین این اتهامات را رد می کند. و مدعی است که این اردوگاه ها مراکز آموزشی هستند که برای مبارزه با افراد گرایی ایجاد شدند. چین همچنین تحریم بازی های المپیک زمستانی را به شدت محکوم کرده و مکررا از منتقدان خود خواست است تا از سیاسی کردن بازی های المپیک دست بردارند. از طرفی بسیاری از کشورها مانند ایران سرکوب مسلمانان توسط چین را تنها به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته و درباره آن سکوت می کنند.